بیننده شباهنگ نوروزی صدای آمریکا هستید. از همراهی شما در هر جای این جهان پهناور که هستید سپاسگزارم. امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با همکار خوبم پریسا فرهادی شباهنگ رو ادامه میدیم. خب پریسا، برگزاری جشن نوروز رو در شهر لس‌آنجلس دیدیم. از غرب آمریکا بیایم به شرق آمریکا و بریم به ایالت ویرجینیا. مثل که اونجا هم خبرهای خوبی بوده، یه گزارش تهیه کردی که میتونیم درباره اون بیشتر صحبت کنیم. بله، یک نمایشگاه نوروزی که خانم شهره آسمی که یکی از روزنامه نگاران مقیم واشنگتن هستن، این نمایشگاه رو در دو سال پیاپی برگزار کردن و با استقبال خیلی خوبی واقعا روبرو شد. یعنی امسال من خودم شاهد بودم که با این حال که هوا خیلی سرد بود، اما استقبال بسیار عالی بود. من دیدم الان گزارش لس آنجلسمونو که چقدر اونجا هوا خوب بود، همه با لباس نازک و آستین کوتاه، اینجا برف میومد و ما باید بلرزیم از سر با اونجا همه این آب و هوای بهاری رو تجربه کنیم. اینجور دل آدم میسوزه. بعد نبود یه سری میزدیم اونجا. شاید سال بعد بتونیم عید از اونجا برنامه رو اجرا کنیم. امیدوارم. حالا راجع به جشن نوروزی در ایالت ویرجینیا صحبت کردیم. من خب سالها در کالیفرنیا زندگی کردم، شما بیشتر اینجا بودید، آشنایی بیشتر دارید با منطقه. اونجا خب همه ایرانی ها در مناطق خاصی زندگی میکنن و به اصطلاح ایرانی نشینه، شما میدونید که کجا میرید و هر جا چه تعداد ایرانی زندگی میکنه، ولی اینجا مثل که همه پراکندن، مریلند، ویرجینیا، واشنگتن و به اون صورت منطقه ایرانی نشین وجود نداره. این درسته برداشت من؟ البته یک مناطقی هست که خب بیشتر ایرانی اونجا زندگی میکنه، ولی درست میگی، پراکنده هست. اینو از این نظر گفتم که یه همچین برنامه‌های نوروزی شاید فرصت خوبی باشه که همه دور هم جمع بشن، به عبارت اون مسافت‌ها و فاصله از بین بره و بتونن یه دید و بازدیدی بکنن. حالا این استقبالی که از برنامه شب چطور بود؟ یعنی چه سن و سالی اونجا شرکت می‌کنن؟ سن و سال که پیر و جوان، کوچک و بزرگ. اما این منطقه که میگی منطقه رستون تاون سنتر هستش در ویرجینیا که اتفاقا یکم دوره به مرکز شهر. اما با این حال خیلی استقبال خوب بود، از اقوام مختلف و حتی کشورهای مثل افغانستان و تاجیکستان در این نمایشگاه شرکت کرده بودند و غرفه‌ها خیلی شلوغ بود. غرفه هام که قبلش با صحبت کردم، از کتاب، سیدی، غذا، وسایل سفره هفت‌سین، شیرینی، دیگه هر چی که بخوای اونجا بود. من خیلی دلم میخواد یه سال بتونم توی این برنامه شرکت کنم. با خانم آسمی هم پارسال صحبت میکردم، خیلی زحمت میکشه و به هر حال یک تنه این برنامه رو برگزار میکنن. همیشه یه شنبه است، منم یه شنبه سر کارم و نمیتونم برم. حالا باید یا مرخصی بگیرم یا ازشون خواهش کنیم روز برنامه رو یه جور عوض کنه. شاید روز برنامه رو عوض کنه، اما خب یک شنبه بهترین روزه که اینجا همه تعطیل هستن و میتونن در این نمایشگاه شرکت بکنن. از رقص و آواز غافل نشیم که حسابی برپا بود در این نمایشگاه. خب بریم ببینیم چه خبره. حتما نگاه میکنیم. در منطقه رستون ویرجینیا هستیم. میبینید که چقدر ایرانی اینجا جمع شده برای خرید نوروز. امروز 27 اسفند، بکنیم بوی عید میاد، اما خیلی هوا سرده. با ما بیاید. شما بیننده های صدای آمریکا با صدا و چهره ایشون آشنا هستید. سلام استاد. سلام عزیزم. اول میخوام به همه بینندگان عزیز صدای آمریکا که 30 سال از عمرمو باهاشون صرف کردم تبریک عیدو بگم. همینطور برای شما دوستان عزیزم که همکاران عزیز گذشته من بودین و هم اومدن اینجا باید حقیقتا به خاطر به همت خانم شهره آسمی هست که اومده یک همچین تشکیلاتی رو درست کرده. من میدونم که واقعا باید شما هفت کفش آهنی بپوشی تا بتونی در اون بافتی که جامعه ایرانی داره و هیچ کس هر همدیگر رو قبول نداره اینا، بتونی یه همچی کار بزرگی بکنی. سال دومش انجام داده و منم از اول گفتم همیشه برای چنین کارهایی مثل من یا فریدون فرندوز عزیز همیشه هستیم و با ایشون خواهیم بود. این امروز هم آمدم برحال برای اینکه این فیلم دیولوشن رو باز برای کسانی که ندیدن بتونیم معرفی کنیم. Hey, this is your
آزاد، آباد و بی‌تبعیض. نتوی نوروز له همو کوردستانیانو له همو اوانی که بو انوی بونوی سالا پیروز بیت خوبش همینو فارسی بگی جشن نوروز برای کوردستانیان و برای عموم مردمانی که براشون تجدد سال و نو شدن سال مبارک باد و به امید اینکه سال آینده سالی سرشار از آرامش و خوشبختی و خوشوقتی برای همگان باشه. پنج سال از ایران اومدم بیرون و نوروزم اینجا یه خورده غربت احساس غریبی میکنی، ولی وقتی که میای اینجور جاها که ایرانی ها رو میبینی خیلی احساس خوبی بهت میده. روز اولی که همه میرم پیش بزرگتره دیگه، مادر بزرگ و پدر بزرگ و دوره هم دیگه، ما فهمی رفتیم واسه عیدی بگیریم. نوروز رو به همه تبریک میگم و امیدوارم که هرچه زودتر بتونیم در داخل ایران یه همچین برنامه هایی داشته باشیم. بریم سراغشون دم قرفه استاد فرهندسی. سلام استاد. سلام خانم فرهایی. خسته نباشید. سلام بابک جان. نوروز به هیچ مرام و مسلک و دسته و گروه و مذهبی بستگی نداره. نوروز جشن ایرانیه و همه ما وظیفه داریم که این جشن رو برپا کنیم با شکوه هر چه بیشتر در هر جای دنیا که هستیم. از اینجا که دور است از تو چونان زمین از ستاره، از اینجا که با توست نزدیک چون پیرهن با دل پاره پاره، به تو ای همه آسمانت ستاره، در این شام غربت سلام و سلامی دوباره.